و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم به کارگردانی آقای بهروز مشکینیار. در این برنامه دکتر اسد همایون افتخار بخشیدند به بنده و شرکت کردند برای بحثی پیرامون به خصوص مطالب مجله اتلانتیک. سه مقاله مهم در این شماره چاپ شده است. یک مصاحبه است با دکتر کیسینجر و همچنین یک مقاله درباره تله توسیدیس، تله توسیدیس که اشاره است به یک رویداد جهان قدیم. گراهام ادیسون این رو نوشته است. آقای دکتر اسد همایون نمیدونم چند ماه پیش بود که در این مورد با همون دقتی که اکنون مجله اتلانتیک اشاره کرده است و نوشته است درباره تله توسیدیس با ما در این زمینه صحبت کرده بودند و خوشحالم که اینک بار دیگر تعداد زیادی از محققان دانشگاهی به این موضوع پرداختند. جناب آقای دکتر اسد همایون سلام بر شما. درود احترام به شما و همیهنانم که برنامه جناب عالی را دنبال میکنند. آقای موری خیلی ممنون از شما. دکتر آقای دکتر بفرمین که مجله اتلانتیک رو ملاحظه فرمودین؟ بله من آبونه هستم، برای من میاد. آقای موری من در حدود همینطور که فرمودید 10 ماه پیش دو بار صحبت کردم راجع به تله توسیدید و اشاره من به این بود که چین به سرعت داره جلو میره و مقابله امریکا و چین تا حد زیادی اجتناب ناپذیر. مسئله توسیدید اول باید اجازه بدید توضیح بدم. توسیدید مورخ معروف یونان باستان است که جنگ بین آتن و اسپارت را تجزیه و تحلیل کرد. در این جنگ طبق تحلیل ایشون آتن خیلی بالا رفت کارش و قدرت عجیبی پیدا کرد و این قدرت در حال صعود قدرت نشسته یعنی استاتسکو را چالش کرد که اون این قدرت به اصطلاح اسپارت بود. جنگی بین اینها رخ داد که 27 سال طول کشید و در این جنگ آتن در محاسبات خودش دچار اشتباه شد، تو تله افتاد، یعنی شکست خورد، شکست کامل خورد، دیگه آتن رو نیامد. توسیدیس این را توصیف کرده که هر وقت هر قدرت در حال صعود، قدرت در حال نشسته و استاتوسکوی قوی را چالش بکنه به احتمال بسیار بسیار زیاد وارد تله میشه و جنگ رخ میده و شکست میخوره. این در طول تاریخ این بارها رخ داده. آقای کیسینجر در این باره این غیر مستقیم به این اشاره کرده در مصاحبه با آقای جفری گولدبرگ. یه آقای دیگه هم در این مقاله نوشته در اتلانتیک به نام جیمز فالو، متخصص چینه، اونم یه اشاره کرده. دیروز دیدم شخصیت دیگری به نام فرگسون که اونم یک شخصیت بسیار مهم علمی و سیاسی، چندین کتاب نوشته، کتابی هم راجع به بیزمارک نوشته، اونم اشاره کرده. ولی مهمترین مقاله مقاله آقای گراهام ادیسون است، مدیر سنتر بلفر در دانشگاه هاروارد. عنوان مقاله استش توسیدیدیس ترپ، تله توسیدیس، و بعد میگوید که آیا امریکا و چین وارد جنگ خان شد. ایشون میگوید که چند متخصص تاریخی و سیاسی
بررسی کردند چندین مورد، در حدود 16 مورد در 500 سال اخیر و 12 مورد از این 500 مورد منتهی به جنگ شد. اشاره می کند که در اروپا وقتی بناپارت ظهور کرد، خواست چالش بکنه توازن قوا رو در اروپا به هم بزنه، انگلیس یه عده زیادی را که متحدین جمع شدن دور هم و آقای بناپارت را شکست دادن که سرنوشتش به کلی از بین رفت در واترلو. بعد اشاره می کند به ویلهلم اول که باز چالش کرد نظم اروپا را و با شکست رو برو شد و دوباره چالش می کند آقای هیتلر را که باز با شکست رو برو شد و نتیجه این می گیره که امروز چین قدرت بسیار بسیار مهمی است، به سرعت داره جلو میره، از نظر جی دی پی دومه و از امریکا جلو خواهد افتاد، از نظر قدرت نظامی در خودش را بسیج میکنه، همسایگان خودش را بولی میکنه، یعنی به اصطلاح تهدید میکنه، در شرق بالای ساوت چاینا سی با چین سر جزایر اسپراتلی ببخشید سنکوسی اختلاف داره و زده خوردهای گاه گاهی با هم میکنن، در شرق در جنوب در دریای چین متحدین امریکا را مرتب تهدید میکنه، تمام جزایری که متعلق به خودش نیست گرفته و اونجا را استحکامات نظامی گذاشته و از همه مهمتر قدرت دریای امریکا را داره چالش میکنه. آقای دکتر این جزایر مصنوعی نیست و نتیجه ای که آقای گراهام الیسون و متخصصین او در هاروارد نتیجه گرفتن اینه که تا 10 تا 15 سال آینده این برخورد بین آمریکا و چین چاره ناپذیره. همینطور که اشاره فرمودید، من هم در حدود شاید 10 سال پیش و از طرف دیگر در مقاله‌ای که راجع به رقابت در اقیانوس هند در مجله دیفنس چاپ شد اشاره کردم که چین به سرعت در حال پیشرفته و امریکا نیاز داره که استراتژی دقیقی در این مورد به کار ببنده. دیروز دیدم سرمقاله‌ای در جمهوری خلق چین چاپ شده، میگوید که قرن 21 قرن چینه، سرنوشت چنین میخواهد که ما رقم بزنیم. حالا اگر شما هر کسی در کاخ سفید و مخصوصا در پنتاگون به عنوان وزیر دفاع رئیس ساد ارتش پیشینه چگونه تعبیر میکنه؟ من فکر میکنم که ما به طرف این خطر میریم که آیا چقدر صورت میگیره یا نه یک بحث دیگریست. این بحث مهمیست که فارغ از دستلا مسائل امروز مورد توجه استراتژیستا و سنتری هم که خود من مشاورش هستم در بارش بس میشه. آقای دکتر همایون، این جزایر چین جزایر واقعی نیست، مثل اینکه جزایر مصنوعیه که چین ساخته برای به حال گسترش میزان دسترسیش به آبهای دوردست. بله، این جزایر اسپراتلی میگم از نظر قدرت دریایی و کنترل به اصطلاح دریای آزاد بسیار مهمه. این جزایر روش تپه هایی است که ساخته و بسیج کرده، قدرتش برده اونجا، توپ و تانک برده اونجا و بعید نیست که به زودی، حالا نمیدونم چند سال دیگه، آینده نزدیک دیگه در تاریخ 10 سال 15 سال چیزی نیست و قدرت آمریکا را چالش بکنه و نمیتونه در دنیا یک دو قدرت با اصطلاح با هم کنار بیان، یکی باید جا بزنه یا وارد جنگ بشن، چون که در تاریخ بارها و بارها دیده ایم. آقای دکتر، این کسانی که در باب برخورد چین و آمریکا در آینده نزدیک تحقیق کردن، اینها مال دانشگاه هاروارد بودند؟ بله، این در این مجله نوشته که بلفور سنتر
یه عده را تعیین کرده از دانشگاه هاروارد نشستن و در 500 سال اخیر 16 مورد مهم نظامی و استراتژی را مورد بررسی قرار دادن که 12 مورد مورد به اصطلاح منتهی به جنگ شده. بله، این مقاله اصولا مقاله هاروارد، دانشگاه هاروارد، که آقای به اصطلاح الیسون، گراهام الیسون، یکی از مغزهای مهم هاروارد است که حرفاش همه جا کد میشه. آقای دکتر، شما چگونه به این واقعیت پیش از وقوع دسترس پیدا کردید؟ من مثل یه عده دیگه میخونم، زیاد میخونم و میاندیشم. منتها ما ایرانی ها بعضی از اوقات گفتش که نگاه اشراقی هم به مسائل داریم. بله، من از اون وقت فکر کردم. البته من درباره چین مدت هاست تحقیق میکنم. تحقیق من از چین، از پاکستان شروع شد. یک مرد بزرگی من خیلی تشویق کرد به عنوان حسن پاکروان، مرد شریف، دانشمند و در حقیقت منتور من بود، نه تنها سفیر من بود. و من درباره چین و مسائل دنیا به طور کلی تحقیق میکنم. به این نتیجه رسیدم و اونها هم به نتیجه رسیدن. نه مقاله اونها رو قبلا که من ندیده بودم، یعنی فکر اونها رو اونها هم که مال من ندیدن، ولی خب این ترند تاریخ ایران و جهانه. بله آقای دکتر، شادروان پاکروان سفیر بودن در آمریکا، درسته؟ نه خیر، سفیر بود در پاکستان. در پاکستان، بله. آخر ماموریتم 8 ماه یا 1 سال مونده بود که ایشون آمد. آها. یک ارتباط عمیق انتلکتوالی بین من و ایشون به وجود آمد و از 16 نامه دارم. و بعدم که آمدم با پاکستان، ایشون سفیر شد در پاریس و ارتباط بین ما با نامه وجود داشت که شادروان در انقلاب شهید شد. ایشون آنگونه که من دربارشون توی کتاب ها و همچنین مجلات خواندم، مثل اینکه از لحاظ علمی فراتر از مقام های دولتی در زمان شاه بودن. مرد بزرگی بود، فهمیده بود، زیاد میخواند، زیاد فکر میکرد، به ایران عشق میورزید و بالاتر از همه یک انسان کامل بود، یک فرشته بود واقعا. من خاطرات بسیار بسیار خوبی از این مرد بزرگ دارم که شاید یه روزی باش راجبش صحبت کنیم. آقای دکتر، این نامه هایی که از ایشون دارین جنبه سیاسی و تئوریک داره؟ نامه هایی که رد و بدل شده دیگه، یعنی مثلا از من گاهی کتاب میخواند و وقتم در کتاب اصرار میکرد که پولش را باید بنویسید که من پس بدم. مثلا یکی از کتاب هایی که اولین بار از من خواست در پاکستان که بودم، به نام امپراتوری هخامنشی، نوشته آلمستد. بله، نامه ها در این باره از بیشترش و بعد راجب مسائل سیاسی هم با هم بحث میکرد، یعنی بحث میکرد با من. من بهره میگرفتم از این مرد بزرگ. آقای دکتر همایون، بفرمایید که در مجله اتلانتیک مطالب جدیدی از کیسینجر مطرح شده. کیسینجر مصاحبه کرده آقای جفری گولدبرگ با کیسینجر مفصله. این مقاله را چندین بار دربارش صحبت کردند و آقای فرگسون هم در این باره مقاله کتاب نوشته. بله، کیسینجر الان خیلی مسن شده. بله، ولی خب عقلش و فکرش خوب کار میکنه. بله، شاید هم یکی از مهمترین خردمندان کنونی امریکا باشه و دنیا. آقای دکتر، برگردیم به همون سوژه تله توسیدیس. میخواستم بپرسم که این موضوع توازن قوا در اسپارتو آتن همون چیزیست که مایه به اصطلاح جدال این دو شهرک یا دو شهر یونان شد؟ بله، از اون زمان به این طرف در تمام تاریخ سعی شده که هیچ قدرتی به تنهایی مسلط
بر منطقه یا کشور و دنیا نشه، چنان که ناپلئون چنان این بود. ببینید، انگلیس در حدود 300 سال ضامن توازن قوات در اروپا بود، حدود 300 سال. و بعد از جنگ اول و در واقع جنگ دوم انگلیس ضعیف شد، امریکا وارد میدان شد، امریکا جانشین انگلیس شد و از جنگ 70 سال گذشته تا کنون امریکا کوششش این بوده که هیچ قدرتی، قدرت رقیب یا دشمن در سه منطقه استراتژیک دنیا تسلط پیدا نکنه. یکی خلیج فارس، دیگری اروپا است و سوم شرق اقیانوس. البته قبلا روسیه شوروی امریکا را چالش میکرد که دیدید که روسیه به هر حال فروپاشید و کشورهای دیگه که دارن چالش میکنند بعضی از قدرت ها را باید از سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی که فرو ریخت تجربه بگیرند. از این سه منطقه این توازن قوا را امریکا باید حفظ بکنه، هیچ قدرتی برای سه منطقه تسلط پیدا نکنه. اول خلیج فارس. خلیج فارس مهمترین نقطه استراتژیکی جهانه، علاوه بر انرژی از نظر تجارت و از نظر ژئوپلیتیک بسیار بسیار مهم. برای اولین بار در زمان شاه فقید ایران داشت توازن را در خلیج فارس به هم می‌زد و در زمان نیکسون ایران به چنان قدرتی رسید که هر سلاحی را که می‌خواست نیکسون می‌داد جز سلاح اتمی. و آقای نیکسون می‌خواست که ایران گاردین یا نگهبان خلیج فارس بشه. ژاندارم می‌گفتن. به هر حال بله، فرق نمی‌کنه. وقتی آقای نیکسون رفت مسئله عوض شد. یکی از دلایل رفتنش هم شاید مربوط به این باشه، الان مورد بحث ما نیست و ایران دیدید که چه شد. میرسیم به فعلا توازن قوا در خلیج فارس. جمهوری اسلامی در خلیج فارس بسیار قویه، در دو طرف هرمز و رأس المسندام استقامات قوی داره. نگهبان دروازه خلیج فارس یعنی هرمز. سه جزایر تنب و ابو موسی خیلی خیلی مهمه، ولی ایران جمهوری اسلامی نمیتونه توازن قوا رو به هم بزنه. تا این کار رو میکنه امریکایی ها مواظبند، سلاح‌های جدیدی به کشورهای عربی میدن، عربستان و قطر، و اخیراً هم یک معامله چندین بیلیونی با اونها از نظر سلاح کرده است. این مال خاورمیانه است که توازن قوا به هم نخورده و مخصوصاً امریکا در اونجا قدرت دریایی در خلیج فارس داره. ایران نمیتونه اونجا رو به هم بزنه، اگه بزنه گرفتاری بزرگی برای دنیا پیدا میشه و تحملش رو دنیا نداره. میایم به اروپا که مرکز مهم استراتژیک است برای امریکا، مرکز تجارت، مرکز صنعت، مرکز تمدن دنیاست. اروپا رو کسی تهدید نمیکنه. اروپا حتی آقای دونالد ترامپ که میخواد اروپا رو به حال خودش واگذار بکنه، اروپا میتونه خودش را اداره بکنه و روسیه فعلی آقای پوتین اروپا رو تهدید نمیکنه، نمیتونه هم بکنه. روسیه، آمریکا سعی کرد در زمان خانم کلینتون ناتو را ببره به پشت دروازه روس که این اشتباه بزرگی بود. آقای پوتین عمل فوری انجام داد، فوراً کریمه را گرفت و قسمتی از شرق اوکراین هم گرفت و اونها را داره و هیچ کارم نمیتونه بکنه. آقای ترامپ هم چشمش را خواهد بست. سوم شرق اقیانوس آرامه که آقای چین زی جی پینگ اونجا رو داره تهدید میکنه
امریکا را قدرتش را در اونجا تهدید میکنه، امریکا متحدین امریکا را تهدید میکنه، چه ژاپن، چه کره، چه کشور تایوان، چه کشورهای دیگه، که این به نظر من همونطور که قبلا هم صحبت شد برخورد خواهد شد، که نمیدونم این سه منطقه استراتژیک است که برای امریکا بسیار بسیار مهمه و چالش اینها منتهی به جنگ خواهد شد. یعنی سه چالش بزرگ در برابر امریکا در آینده نزدیک. بله؟ بله، امریکا قدرت داره آقا. امریکا با آمدن آقای ترامپ، دونالد ترامپ، آفست استراتژی و سبب شده که امریکا یعنی از حالا داره شروع میکنه پرسنل را اضافه بکنه، توپ و تانگ و سلاح‌های امریکا را به صورت جدیدی مدرن بکنه و بعد هم از نظر فضایی امریکا خیلی خیلی مهمه، از نظر سایبری خیلی خیلی مهمه و در آینده مشکل با امریکا یک قدرتی بتونه روبرو بشه. آقای دکتر بفرمین که این امریکا از کجا و کی حفظ توازن قوا رو در جهان بر عهده گرفت؟ و آیا اکنون بعد از جنگ دوم 70 سال پیش بعد به جای انگلیس این توازن قوا رو به عهده گرفت، در مقابلش روسیه شوروی بود، شوروی کنار رفت، الان امریکا تنها ضامن حفظ ثبات دنیا و توازن قواست که در آینده نزدیکی شاید چارش میشه از طرف چین. اگر مقابله‌ای میان چین و آمریکا رخ دهد چه میشود آقای دکتر؟ در مرکز استراتژیک ما این بحث شد. امریکا بسیار قویه، چین یک قدرت بسیار بزرگیه، یک کشور بزرگیه، 1,500,000,000 اقیانوسه، ولی در داخل اقیانوس ممکنه طوفان دریایی زیاد بشه، ممکنه اوضاع چین به هم بخوره، حتی ما نمیدونیم. از طرف دیگه چین یک قوله، جمع کردن خودش بسیار مشکله، خارج از مرزهای خودش بسیار مشکله که بتونه با آمریکا بجنگه. از نظر قدرت دریایی درست سعی کرده، بسیار تقویت کرده قدرت خودش را، ولی امریکا هنوز تسلط دریاها را داره و اگر جنگی رخ بده، اگر بده، من فکر میکنم که امریکا چین را شکست خواهد داد بدون تردید، ولی خود امریکا هم ضعیف خواهد شد. اون وقت است که به قول اشپنگلر میگه افول غرب شروع میشه یا انحطاط مغرب زمین. مورخ انگلیسی که میگوید که قدرت ها و امپراتوری ها مثل برف در روی زمینند، آب میشن. افول امریکا هم به هر حال میرسه، کی خدا میداند. آقای دکتر همایون بفرمین که درباره ترامپ اشاره کردید، ترامپ و برنامه های اون رو میتوانید در این فرصت بررسی کنید؟ برنامه هاش روشن نیست. ایشون در امریکا 8 سال حکومت لیبرال چپ بود، الان حکومت راست رادیکال سرکار آمده و به خود قوام سلطنه گفت کشتیبان را سیاست دیگر آمد و این اثر میذاره در توازن قوا، در سیاست داخلی و سیاست خارجی. و از طرف دیگه اعضای کابینه تا کنون که تعیین شده همه هم فکر آقای ترامپ هستن و همه رادیکال و دست راستی هستن. ببینید آقای ترامپ مرد باهوشی است و سعی کرد که با یک شومنشیپ، می‌دونید مردم آمریکا و همه جای دنیا شو را دوست دارن، صحبت کرد از شکنجه تجدید بشه، عرض کنم که نیتو رو کنار می‌گذاره، عرض کنم که
برجام رو پاره میکنه از بین میبره و 45% به تعریفه چین کالاهای چین اضافه میکنه. حتی صحبت کرد گفت به خانم کلینتون you will go to jail. اون کاره این است که بفرسته در امریکا. توازن قوا هست، قدرت های مختلف هست، check and balance وجود داره، ولی مردم دوست داشتن ایشون سر کار آمد. الان دیگه صحبت شومنشیپ نیست، استیتسمنشیپ، سیاستمندی است، تجربه است، سیاست. حالا باید چه کار بکنه معلوم نیست، وارد کار شده. مثلا وقتی آقای اوباما را باش ملاقات کرد 45 دقیقه یک ساعت و نیم فکر میکنم، آقای اوباما که حرفای سر یه خورده تکون خورد، نمیدونست چه خبر دنیا. دنیای نظر وارد بود، دنیای عمل وارد نبود، نمیدونست چی میشه، همچه آسان نبود. حالا متوجه شده. حتی کسانی که آمدن در کابینش خودشون صحبت از جنگ میکنن، صحبت از تغییر رژیم میکنن، صحبت از خیلی چیزا میکنن، برجام را پاره بکنن، ولی اینطور نیست. دنیای کنونی دنیای عمله و آقای ترامپ رهبری را در این چنین موقعی رهبری آمریکا و جهان را به عهده گرفته. این دنیا خیلی بی ثبات آقای مهری و بی نظمی دنیا روز به روز داره اضافه میشه. برای آقای ترامپ آسان نیست بتونه حکومت بکنه. حکومت های دست راستی مشکل براشون. آقای ترامپ از شیوه کارش و صحبتش آمرانه است، ولی در امریکا آمرانه به کار نمیره، پیشرفت نمیکنه. در این امریکا دموکراسی هست، قانون اساسی هست، توازن قوا هست و بیل آف رایت وجود داره. نمیتونه هر کسی هر کاری میخواد بکنه. و بعد هم امیدوارم در کاراش موفق بشه، کارهای خوبی هم میتونه بکنه. ولی این که میخواد همه کار را انجام بده اونچنان که گفت، این معلقه به محال. من یه مثالی برای شما میدم. آقای هانس مورگنتال، پدر علوم سیاسی امریکا که سالهاست مرده، ایشون یک جا میگوید که یک رهبر سیاسی قدرتش محدوده، نمیتونه هر کاری بکنه. یک مثال میزنه برای تغییر ذائقه. اجازه بدید این مثال تاریخی را بیارم که زنده است. بفرمایید. میگوید، اجازه میدید؟ خواهش میکنم. گفتش که وقتی ناپلئون در مسکو شکست خورد و فرار کرد، آمد به اروپا، خواست که با مترنیخ رئیس وزیر خارجه امپراتوری اتریش ملاقات بکنه. هدفش این بود که جلوگیری بکنه از اتحاد اروپا، چون ضعیف شده بود، از اتحاد اروپا جلوگیری بکنه علیه ناپلئون. اینها در درسدن و کاخ معروف درسدن ملاقات کردن. مدت 9 ساعت با هم حرف زدن، خسته شدن، شروع کردن این کاخ بزرگ پیاده راه رفتن. همینطور که راه می رفتن، ناپلئون دست به یک عمل روانی زد، با یک کمی عصبانیت کلاشو در آورد، زد زمین. به این حساب که آقای مترنیخ چون وزیر خارجه است، ناپلئون امپراتوره، برمیگرده کلاه را برمیداره و باشون میده، یعنی مرعوب میشه. آقای مترنیخ تکون نخورد. بعد در پایان میتینگ آقای مترنیخ خوکت گفت آقای امپراتور شما باختید. آقای مورگنتا این نتیجه را گرفته که قدرت های رهبران محدوده، نمیتونن هر کاری که میخوان بکنن و باید مواظب باشن. در راه پر از سنگلاخه، پر از موانع. آسان نیست جنگ شروع بکنن، آسان نیست مسائل حل بکنن. الان ایشون با مشکلاتی که روبروه، مشکلات داعشه، القاعده است، بوکو حرامه، سوریه است، عرض کنم که علاوه بر سوریه یمن، عراق، و بعد هم که با روسیه میخواد قارداش بشه. چجوری با روسیه کنار میاد؟ آسان نیست. مثل کسی است که وارد بازی شطرنج میشه، کمی یاد گرفته یا میخواد یاد بگیره. با کسی که 40 سال شطرنج بازی میکنه
بخواد باش صحبت بکنن. روسا قابل اعتماد نیستند. ولی به هر حال این مشکلات است که این آقای محترم داره و چقدر موفق بشه من نمیدونم. امیدوارم که موفق بشه. ولی به هر حال ثبات در امریکا، پیروزی در امریکا با ثبات دنیا همسانه. و به کجا برسه کارش من نمیدانم. آقای دکتر همایون، بله. دو روز سه روز پیش از روز انتخابات در آمریکا، یعنی 8 نوامبر، شما در یک مصاحبه با همین برنامه در پایان درباره اینکه خانم کلینتون برنده میشه یا آقای ترامپ یه عبارتی به کار بردین، یادتونه؟ شب آبستن است تا چه زاید سحر. بله بله بله. ببینید، من تشریح کردم هر دو را بدون نظر و غرض، اشکالات رو همه را گفتم، ولی پیشبینی نکردم که کدوم میبره، فقط این کلمه را گفتم. ولی در مصاحبه کسینجر دیدم با آقای جفری گولدبرگ که حرفی زده، گفت من فکر میکردم خانم کلینتون ببره. خیلی عجیبه. ولی به هر حال من اون وقت نظرم این بود، پیشبینی نمی کنم، ولی حرفایی هم که میزنم راضی به چین با توجه به تحولات تاریخه. یه چیزی رو من اینجا اضافه کنم که هر رهبری که میاد، چه آقای بوش باشد، چه آقای اوباما باشد، چه آقای ترامپ باشد که میاد سر کار، اینها ایجنت و عوامل اجرای تاریخ. حرکت هایی که میکنند منطق تاریخ رو نمیتونن عوض کنن. این خیلی مهمه که باید در نظر داشت. این مورخین توجه به این مسئله دارند. بله. یه چیز دیگه هم در پاینده یادم افتاد راجع به آقای توسیدیس که مورخ جنگ پلوپونزه. این کتاب معروف ترین کتابه در این باره و در دانشگاه جنگ دنیا هنوز تدریس میشه. کدوم کتاب؟ کتاب جنگ پلوپونز نوشته توسیدیس. بله بله. جنگ خشایارشا بود با یونانی ها، نه؟ نه، جنگ خشایارشا 481 بود. اون زمان دیگری بود. بله. این جنگ بین یونان و اسپارت. خشایارشا جنگ دیگری بود که دچار اشتباه شد. از نظر نیروی دریایی وارد تنگه سلامیس شد و به گفته خانم آرتمیس، دریا سالار ایرانی، این خانم گفت این کار را نکنید، از نظر نیروی زمینی میتونید فورا آتن را تمام بکنید. ولی خشایارشا گوش نداد و در تنگه سلامیس کشتی های ایران را خفه کرد. آقای دکتر، بفرمایید که ترامپ در برنامه هایی که برای ایران داره هدفش چیه؟ چه نوع رابطه میخواد با ایران برقرار کنه؟ آیا جنگ میکنه یا در مسیر تغییر رژیم حرکت میکنه؟ از اول صحبتش ایشون و مشاورینش این بود که برجام رو بر هم میزنند. حتی آقای پنس معاونش گفت ما پاره میکنیم این رو. ولی البته برجام با آمریکا تنها نیست، با 5 کشور دیگر وجود داره. برهم زدن برجام کار آسانی نمیتونه باشه. صحبت تغییر رژیم اشاره کردید. بله. تغییر رژیم در ایران به چه صورت؟ با کی؟ نیویورک تایمز در حدود چندین سال پیش به من تلفن زد، مفسرش آقای تیم وینر یادم هست، گفت آقای گینگریش میگوید که CIA بایستی یه بودجه ترتیب بده برای تغییر رژیم، شما نظرتون چیه؟ من گفتم به کلی مخالفم. هر اقدامی از طرف CIA برای تغییر رژیم کانترپرودکتیو، نظر معکوس داره، خطرات جانبی داره. ایران باید به دست مردم ایران عوض بشه. تغییر رژیم را مردم ایران نمیپسندن و اصلا لزومی به این کار نیست. تحولی که در ایران پیدا شد اخیراً در 2-3 هفته پیش، این در پاسارگاد بود آقای موری. در پاسارگاد یک جرقه پیدا شد که به تمام ایران سرایت کرد.
درست دقت بکنیم ایران در حال یک تحول عظیمیه، لزومی به این کار نیست. ولی اونایی که صحبت از تغییر رژیم میکنن، اونایی که صحبت از قومگرایی میکنن، اونایی که صحبت از فدرالیسم میکنن، متوجه نیستن که تخم لغز در دهان مخالفین ایران. ما با رژیم مخالفیم، ولی وحدت ایران را ما دوست داریم. کشور ماست، تمامیت ایران نباید به هیچ وجه به هم بخوره، به هیچ وجه. ایران یک کشور فدرال نمیتونه باشه، یک کشور اقوام نیست، یک شخصیت سیاسی حقوقی تاریخی است که برای 3000 سال مونده آقا تکون نباید خوب بخوره. متباید یک دولت سکولار ملی داشته باشه. و من طرفدار تغییر هستم، از تئوکراسی به سکولار دموکراسی، ولی با هر گونه تغییر رژیمی که از طرف سیایه رخ بدهد مخالفم. و از طرف دیگه صحبت جنگ چی کار میخوان بکنن آقای مهری؟ چقدر من وقت دارم؟ فکر میکنم 10 دقیقه. بله، جنگ آسان نیست. آقای اوباما وقتی با آقای ترامپ صحبت کرد، در واشنگتن پست خوندم، گفت ما و متحدینمون 16,000 حمله هوایی کردیم به داعش. 16,000. هنوز داعش اونجاست، کشوری که چندین برابر بزرگتر از خود کل عراقه. شما چیکار میخواید بکنید؟ به مجرد اینکه حمله بکنید، ایران 4 اسبه می جهت به صورت برکات، یعنی اتمی، به دنبالش عربستان سعودی. اگر حمله هوایی، عربستان داره 2 ساله مردم بدبخت یمن را تحت فشار قرار داده، به جای نرسید، تو اطلاق گیر کرده. هیچ وقت حمله هوایی نتیجه نداره مگر اینکه شما با پیاده وارد بشید، ارادتون رو تحمیل بکنید، که اون هم 1,000,000 قشون میخواد که امکان نداره چنین چیزی. بنابراین امریکا باید دوبار فکر بکنه. یک خطر دیگری هست که من ارتباط میدم به همین قومگرایان، از این طریق ممکنه که کنده استقلال ایران را بتره کنن، که این ملت ایران باید مواظب باشه و دست به چنین کاری نزنه، برای اینکه این بسیار بسیار خطرناک برای ایران و آینده ایران و خود برای دنیا. خیلی ها در کابینه آقای اوباما میخواهند که ایران تضییع بشه، ببخشید، کابینه آقای دونالد ترامپ. الان من گاهی صحبت کردم و باید ایرانی ها متوجه این مسئله بشوند. ایران یک کشور تفکیک ناپذیره و قومگرانیست، حکومت سکولار سنترال کاملا دموکراتیک میخواد و روزی به اونجا خواهد رسید. خواهید دید که همین که عرض کردم، این جرقه ای که در پاسارگاد شروع شده به تمام ایران سرایت خواهد کرد، ایران آزاد خواهد شد. آقای دکتر، در مورد رویداد پاسارگاد، آیا این رویداد اونقدر قدرت داره که تکرار بشه در همه ایران؟ پاسارگاد چنین قدرتی نداره. این مقدمه یک رنسانس ایرانی است که به همه جا سرایت میکنه. در پاسارگاد نشون داده شد که ایران یک ایران ملی است، با تئوکراسی موافق نیست. حکومت ایران الگوش کوروش کبیره و ساسانیان هستن. ایران باید یک کشور آزاد باشه، همونطور که کوروش میخواست، نسبت به تمام مذاهب یکسان فکر بکنه، آزاد باشه. این فکر همه جا سرایت میکنه، و فکر همه جا پیش میره. فکر سرعتش از سرعت نور هم زیادتره و خواهید دید که به تمام ایران این جرقه سرایت خواهد کرد. آیا که از معذرت میخوام، از رویدادهایی که پس از پاسارگاد از سوی جمهوری اسلامی بروز کرد، چنین می نماید که جمهوری اسلامی به راستی وحشت کرده از چنین رویدادی که اصلا براش قابل پیش بینی نبوده،
و بعداً دستور داده اتومبیل هایی که از دو روز قبل به سوی این مسیر، مسیر پاسارگاد حرکت کردن، اینها رو شناسایی کنن و راننده هاشو اگر لازم شد دستگیر کنند. درست میگم آقای دکتر؟ بله بله این درسته. رژیم به وحشت افتاده، ولی معمولا وقتی یک رنسانسی آغاز شد همه جا سرایت میکنه و تحولاتی در داخل ملت ها رخ میده که همه چیز را سورپرایز میکنه. این حرکت تاریخه، منطقه تاریخ ایران هم همینه، همیشه این بوده و هست. در تاریخ ایران چنین رویدادهایی بوده آقای دکتر در گذشته؟ بارها. ایران، تاریخ ایران رو که شما خوب میدانید، بارها سوخته، خاکستر شده، رفته تو کوره، بعد دوباره برخواسته. هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران لطمه ندید. هیچ کشوری در جهان مورد تجزیه قرار نگرفته اینقدر. 62% از خاک ایران تجزیه شده در عرض 100 سال از زمان قاجار به این طرف، ولی ایران همچنان استواره. نگاه بکنید به دانشمندان ایرانی. آقا دیروز با یک مهندسی صحبت میکردم که با من نسبتی هم داره، مهندس خیلی خوبیه، گفت ایران در اینترنت درجه 2 در دنیا. این مهندسین، این رژیم نیست که این کارهای اتمی رو که شما میبینید میکنه، مهندسین درجه اول ایرانی هستن. شما نگاه بکنید در امریکا چیکار میکنن. پول سرسبد جامعه مهندسین امریکا هم دکترای ایرانی هستن. بنابراین ایران زنده است، قویه و برمیخیزه. آقای دکتر، خانم بنده یک در اینترنت یک فیلمی دیده از فروش خاک ایران به عنوان یکی از بارورترین خاکهای جهان، و الان چند روز حالت قصه گرفتش که دارن ایران رو برباد میدن، چون این خاک در واقع یکی از پشتوانه های بزرگ تاریخ ایرانه، و حالا اینا رو دارن میبرن مثل این که به کشورهای عرب خلیج فارس میفروشن. بله بله، سرکار خانم مهری بانوی دانشمندیست و نظرشون، نگرانیشون که دارن من شریکم وجود داره، ولی سر تا سر خاک ایران رو که نمیتونن. کشورهای خلیج فارس که نگاه بکنید کشور نیستن، قبلا چادر بودن ولی حالا نفت دارن، ساختمان بروز درست کردن، یه پرچمه هم برای خودشون دارن. ایران یک کشور تاریخی است. ایران منتها باید ایران یک رهبر نیرومند ملی پیدا بشه که ایران رو نجات بده و بعد ایران رو بیاندازه به راهی که سکولار دموکراسی و آزادی باشه. آیا که شما همون صدایی که قبل از ورود رضا شاه به صحنه در ایران رسا گردید، همون صدا رو دارین منتشر میکنید؟ منظور متوجه نیستم. کدوم صدا؟ منظورم از صدا اندیشه است. بله بله بله، ولی اینکه ببینید وقتی شما اندیشتون متکی بر تاریخ و فرهنگ ایران بود، مسائل مهم ایران بود، عوض شدنی نیست. مهمترین مسئله ایران، آقای مهری، اقتصاد ایران، اقتصاد ایران و اقتصاد ایران. یک دولتی باید بیاد که به اقتصاد ایران سر سامان بده. رژیم کنونی فعلی نشنالیست ایران را تحت شعاع کامل مسائل مذهبی قرار داده، در صورتی که ما باید با امریکا کنار بیاییم. استراتژی امریکا، منافع امریکا و ایران با هم همخوانی داره. ما باید این کار را بکنیم که اقتصاد ایران، اقتصادی که رشد بکنه، تا این رژیم نمیگذاره. من آقای مهری، امیدم اینه، اشاره کردید به اندیشه من، امید من اینه که نخستین دولت ملی سکولار ایران
کابینه خودش را در کنار آرامگاه کوروش کبیر معرفی بکنه به ایران و تمام جهان. این را من دوست دارم، آرزو مینه. شما ناسیونالیست سرسخت هستید. ناسیونالیست سرسخت نیستم، من یادم سیاسی هم توی قالبی هم نمی گنجم و فقط به ایران علاقه دارم. اون میشله گفتش که دانشمند فرانسوی است، میگوید که کشور من در هر حال محبوب من است. ببینید، صحبت کردید از طرز تفکر ناس. من نمیدونم ناسیونالیستم چی هستم، ولی به طور متافوریک یک شعری از براتون میخونم از نیشابوری، به اصطلاح عطار نیشابوری. گفت نه در مسجد گذارندم کرندی، نه در میخانه چین خمار مست است. خام است، چین خمار خام است. میان مسجد و میخانه راهی است، غریبم عاشقم این ره کدام است؟ آنچه که من قلبم میتپه برای ایرانه، فرقی نمی کنه کجا باشم. ایرانی ها همشون اینطورن، غالبا اینطورن، من تنها نیستم. خیلی ممنون آقای دکتر، بسیار بسیار پایان خوبی بود برای این گفتگو. ازتون لطف دارید، ممنونم از شما و تلویزیون اندیشه و همکارانتون، مخصوصا کارمند فنی خودتون. خدا نگهدارشون. قربون شما آقای دکتر، شب روزتون خوش.